سلام اگر از یک هیدست استفاده می کنید لطفاً به اطراف خود نگاه کنید اگر از کامپیوتر یا تلفن موبایل استفاده می کنید علامت تیر را بر روی ویدیو حرکت دهید تا همه چیز را ببینید این ویدیو به شما نشان خواهد داد که در کوینزلند چطور با امبولانس در تماس شوید در حالت عاجل شما باید فوری با نمبر 30 با امبولانس در تماس شوید. حالت عاجل زمانی است که زندگی یک شخص در صورت مریضی شدید یا جراحت در خطر می باشد. اگر کلینیک دکتر بسته بود و حالت مریض عاجل نبود می توانید به خدمات پس از ساعت رسمی به دکترتان زنگ بزنید یا برای مشوره با نمبر 13-43-25-84 در تماس شوید. وقتی که شما برای بار اول با نمبر 30 در تماس می شوید، از شما می پرسند موضوع عاجل شما چیست؟ پلیس، اطفایه یا امبولانس؟ شما بگویید امبولانس. اگر انگلیسی شما خوب نیست، بگویید انترپرتر و نام لسان را بگویید. لطفاً تلفن را قطع نکنید. ترجمان به زودی به لین تلفن وصل می شود. ممکن است کمی طول بکشد، لطفاً صبر کنید و قطع نکنید. اگر آدرس خانه شما در کوینزلند است، امبولانس رایگان است. امبولانس، شهر یا منطقه که واقع عاجل رخ داده، اسمش چیست؟ آدرس دقیق شما چیست؟ آیا این خانه است یا آپارتمان؟ لطفاً می توانید آدرس کاملتان را تکرار کنید تا ببینم که ما آن را درست نوشتیم. نمبر تلفنی که شما از آن زنگ میزنید چی است؟ لطفاً آرام باشید و به تمام سوالات جواب بدهید. تلفن را قطع نکنید. خب، دقیقاً به من بگویید که چی اتفاق افتاده؟ شخص تماس گیرنده توضیح میدهد که مشکل چیست؟ او به کارکنان امبولانس میگوید که چند نفر صدمه دیدن و چند ساله هستند. آیا مرد هستند یا زن؟ او میپرسد که آیا آنها بیدار هستند یا نه؟ آیا نفس میکشند یا نه؟ اپراتور به شما میگوید تا موقعی که امبولانس میآید شما چی کنید؟ اپراتور به شما خواهد گفت که مریض نباید چیز بخورد یا بنوشد چون ممکن است که مریضیش بیشتر شود. تماس گیرنده باید تا زمانی که امبولانس وارد می شود در خط تلفن باشد و تلفن را قطع نکند. فقط هر وقت اپراتور به شما گفت گوشی را قطع کنید. شخص تماس گیرنده باید همیشه در کنار مریض حاضر باشد. فقط در صورتی که اپراتور به شما بگوید می توانید از مریض دور شوید. در صورت امکان لطفاً از کسی بخواهید که کارت مدیکر مریض را آماده کند و همچنین کارت هویت مریض و تمام خطهای دکتر و همه دواهای مریض را آماده کند. اگر ترجمان تلفنی در لین تلفن بود تا زمانی که امبولانس می رسد تلفن را قطع نکنید. اپراتور تلفن را قطع خواهد کرد اما ترجمان در لین تلفن می باشد. بنابراین مهم است که شما تلفن را قطع نکنید. اشخاصی که با امبولانس می آیند کمک رسان یا پارامدیک نامیده می شوند. آنها اشخاص تعلیم دیده هستند. آنها از نظر طبی مسلکی هستند. شما باید به آنها گوش کنید و آنچی را که از شما می خواهند انجام دهید. کمک رسانان برای مراقبت از مریض از لوازم طبی استفاده خواهند کرد. آنها مصروف حرف زدن با تلفن‌های خود یا تلفن‌های بیسیم خود برای تصمیم گیری در رساندن مریض و بهترین شفاخانه خواهند بود. ممکن است ضرورت باشد قبل از انتقال مریض به داخل امبولانس بر روی یک تذکیره دراز بکشد و اون تذکیره کمربند امنیتی هم خواهد داشت. در صورت ضرورت ممکن است بیش از یک امبولانس بیاید.
گاهی اوقات یک نفر می تواند در داخل امبولانس در کنار مریض بماند. در امبولانس راحت و آرام باشید. ترجمان ممکن است هنوز در تمام طول راه شفاخانه در لین تلفن باشد. کمک رسانان به خانواده خواهند گفت که مریض را به کدام شفاخانه انتقال می دهند. خانواده مریض می تواند به بخش عاجل آن شفاخانه بروند و مریض خود را در آنجا ملاقات کنند. در امبولانس کمک رسانان از مریض مراقبت می کنند. آنها به شفاخانه اطلاع می دهند که مریض چی وقت به شفاخانه می رسد. گاهی اوقات کمک رسانان ممکن است توسط ماسک به مریض اکسیژن بدهند یا مقدار دوا با سوزن پیچکاری تزریق کنند. اگر مریض راحت نبود، لطفاً به کمک رسانان یا ترجمان بگویید. کمک رسانان هر کاری را که بتوانند برای کمک به مریض انجام خواهند داد. وقتی که امبولانس به شفاخانه می رسد، کمک رسانان با کارمندان شفاخانه صحبت می کنند و به مراقبت از مریض ادامه می دهند. استفاده از خدمات ترجمانی در شفاخانه ممکن می باشد. زمانی که حال مریض خوب بود، می تواند خانه برود. به یاد داشته باشید، زمانی که شما با 3-0 در تماس می شوید، آرامشتان را حفظ کنید. به آپریتور بگویید که شما به انترپتر یعنی ترجمان ضرورت دارید و با آنها بگویید که به کدام لسان ترجمان می خواهید. تلفن را قطع نکنید تا زمانی که آپریتور یا ترجمان به شما بگوید که حالا می توانید تلفن را قطع کنید. امیدواریم که این معلومات به شما کمک کند تا بدانید که چگونه در صورت ضرورت به امبولانس به 3-0 زنگ بزنید. برای معلومات بیشتر به صفحه اینترنتی www.000.gov.au مراجعه کنید. همیشه در صورت ضرورت به پلیس، اطفائیه یا امبولانس به شماره 3-0 تماس بگیرید. اگر خانه شما در کوینزلند باشد، امبولانس برایتان رایگان است.